بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شام بخیر. اولین بخش مجموعه خبری شامگاهی را پی میگیریم، اما در آغاز سرخط مهمترین خبرها. آغاز برنامه ملی اشتغالزایی. رئیس جمهور غنی میگوید که بر اساس این برنامه افراد بیکار در شهر و روستا صاحب کار خواهند شد. سفر معین سیاسی وزارت خارجه به هند. سخنگوی وزارت خارجه هدف این سفر را گسترش روابط دو جانبه کابل و دهلی جدید میگوید. با معلوم شدن علت سقوط هواپیمای روسی در مصر، رئیس سازمان امنیتی روسیه گفته است که سقوط این هواپیما ناشی از یک اقدام تروریستی بوده است. امروز سه شنبه 26 عقرب سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 18 نوامبر سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یاسا. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور پیش از چاشت امروز با خانم ایسابل لوون وزیر انکشاف و همکاری های بین المللی سویدن دیدار و گفتگو کرد. دفتر رسانه های وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه می گوید که در این دیدار خانم ایسابل یادآور شده است که افغانستان دوست دیرینه سویدن است و سویدن در چارچوب تعهدات بین المللی کنفرانس توکیو با کمک و همکاری های اقتصادی دراز مدت به افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر انکشاف و همکاری های بین المللی سویدن همچنان تاکید کرده که قرار است به زودی ماموریت شماری از نظامیان این کشور در چارچوب ماموریت قاطع ناتو تا پایان سال 2016 میلادی تمدید شود. در همین حال وزیر امور خارجه کشور پیرامون موضوعات مختلف از جمله تقویت حکومتداری خوب، حقوق بشر، حقوق زنان و مبارزه با فساد معلومات ارائه کرده و از همکاری های سویدن در 14 سال گذشته با افغانستان ستایش کرده است. برنامه ملی اشتغالزایی امروز گشایش یافت. رئیس جمهور غنی میگوید که بر اساس این برنامه مردمان شهرنشین و روستانشین صاحب کار میشوند. آقای غنی میگوید که افراد بیکار در شهرها برای پاککاری و سامان دادن به امور شهر جذب خواهند شد و همچنان در روستاها به باغداران کمک صورت خواهد گرفت تا کارهای خود را توسعه بدهند. در همین حال رئیس جمهور غنی تاکید میکند که تا خزان سال آینده تولید برق از منابع داخلی به دو برابر افزایش خواهد یافت. به گفته وی قرار است برای تولید برق از منابع مختلف از جمله نور آفتاب استفاده شود. که اقتصاد شهروندان کشور در 13 سال حضوری بیشترین نظامیان خارجی رشد خوبی داشت، اما به باور آگاهان این رشد کاذب بوده است. آگاهان میگویند که در این سالها شماری در بخش‌های رساندن مواد قراردادی نظامیان خارجی و ترجمانی مصرف کار بودند و این کارها هم مقطعی بوده است. پس از خروجی نظامیان خارجی، اقتصاد مردم افت کمپیشینه‌ای را در 13 سال اخیر تجربه کرد و میزان بیکاری افزایش یافت. پس از انتقادهای تان از حکومت وحدت ملی از بحر افزایش بیکاری، رئیس جمهور غنی پس از چاشت روز سه‌شنبه در یک نشست با برخی از مقام‌های دولتی حضور یافت و میگوید که برنامه ملی اشتغالزایی آغاز شده است. زمان آن که دیگران مسئولیت ما را بگیرند و احتیاجات امنیتی و مالی کشور و مردم ما را فراهم کنند گذشته است. اگر ما خود در فکر فلاح و بهبود مردم خود نباشیم، مطمئن باشید که هیچ کس دلسوزتر بر مردم ما نخواهد بود. رئیس جمهور غنی میگوید که این برنامه از زمینه کاری را برای افراد بیکار در 4000 روستا و برخی از شهرها مساعد خواهد کرد. به اساس برنامه ملی اشتغالزایی، افراد بیکار در شهرها برای پاککاری شهر و در روستاها در بخش کشاورزی استخدام خواهند شد. په کلیو کې وړو چې د باغونو او کروندو د حاصلاتو د زیاتولو، د اوبو لګولو، د سیستم د ښه کولو او د زراعت د بهتره کولو لپاره زارینو ته مالی مرستې ورکړو. یک هدف عمده پروگرام ملی اشتغالزایی در شهرها این است که تعداد زیادی از هموطنان ما برای پاککاری شهرها استخدام می شود. شهرهای بزرگ ما متاسفانه با داشتن محیط ناپاک باعث تولید بسیاری از امراضند. این حالت قابل تحمل نیست. از سوی هم آقای غنی می افزاید که تا خزان سال آینده
میزان تولید برق از منابع داخلی تا دو برابر افزایش خواهد یافت و گفته ای وی قرار است برای تولید برق از منابع مختلف از جمله نوری آفتاب استفاده شود. در حال حاضر ما 231 مگاوات برق از تأسیسات و منابع آبی و داخلی خود تولید می کنیم. اما با توفیق الهی همین وقت سال آینده این مقدار تا دو برابر افزایش می یابد و 240 مگاوات برق دیگر تولید خواهیم کرد. تأکید بیشتر رئیس جمهور این است که افراد بیکار در کارهای فیزیکی گماشته شوند، اما پرسش اساسی این است که آیا افراد تحصیل کرده و با مدارک بلند تحصیلی حاضرند در پاکاری شهر مصرفی کار شوند و یا به کارهای ساختمانی گماشته شوند؟ وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که از اخذ مالیه از نزد استفاده کنندگان خدمات مخابراتی راضی نبوده است. این در حالی است که ریاست جمهوری طی فرمان دستور داده است که 10% مالیه از استفاده کنندگان خدمات مخابراتی اخذ شود، اما این فرمان از سوی مجلس نمایندگان رد شده است. حالا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که حکومت روی طرح قانون کار میکند تا جمع‌آوری مالیات مخابراتی در کشور قانونمند شود. به گفته مسئولان این وزارت، این طرح به زودی به مجلس نمایندگان غرض تصویب فرستاده خواهد شد. حفیظ الله سلانگی گزارش میدهد. همکنون 10% مالیه از نزد مشتریان شرکت‌های مخابراتی اخذ میشود. گفته می شود که از آغاز این روند تا کنون حدود 1 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده است. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید که از اخذ مالیه از نزد استفاده کنندگان خدمات مخابراتی راضی نبوده است. در شروع ما موافق نبودیم. وقتی که فرمان تقنینی به ما مواصلت ورزید، ما من حیث یک سکتور مسئول در قسمت رهبری و هدایات رهبری حکومت ما مسئول هستیم، اما هدایت دوم تا بار به ما مواصلت نکرده که ما متوقف شویم. افغانستان کشوری است که بیش از 36% نفوذ آن زیر خط فقر زندگی می کنند. آگاهان می گویند که اخذ مالیات بیشتر توسط حکومت به افزایش فقر در کشور منجر می شود. پیش از این مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اخذ 10% مالیه از مشتریان خدمات مخابراتی را رد کرده است. کسایی که تایید می کنند سبز رد سرخ، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت کارت سبز رئیس با استثنای 8 کارت این فرمان رد شد. حالا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که حکومت روی طرح قانونی کار میکند تا جمع‌آوری مالیات مخابراتی در کشور قانونمند شود. این وزارت میگوید این طرح به زودی به مجلس نمایندگان غرض تصویب فرستاده خواهد شد. دولت پدی باندې کار کوي چې د قانون نوې طرحه ولسی جرګه ته وړاندې کړي تر څو چې دا قانوني باندې هم تکمیل شي. علاوه بر اخذ 10% مالیه از نزد استفاده کنندگان خدمات مخابراتی، بلند بودن قیمت خدمات مخابراتی و اینترنتی نیز برای شهروندان کشور زیان بار گفته شده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که برای کنترل کاهش خدمات مخابراتی بالای شرکت‌های مخابراتی ابزاری در دست ندارد. متاسفانه دولت سره داسې کوم یو ابزار نسته چې هغه مکلف کړي مخابراتي شرکتونه چې هغه خپل نرخونه ټیټ کړي. نو په دغه وخت کې د نرخونه ټیټوال شرکتو پورې اړه لري چې هغه نرخونه ټیټوي او کنه. با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 80% شهروندان کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند، اخذ 10% مالیه از استفاده کنندگان خدمات مخابراتی پول انگفتی را به خزانه دولت واریز خواهد کرد. اما هنوز شیوه درستی برای جمع‌آوری و واریز شدن مالیه به خزانه دولت وجود ندارد. معین سیاسی وزارت امور خارجه در رأس یک هیئت به هند سفر کرده است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت هدف سفر این هیئت را گسترش روابط دو جانبه کابل و دهلی جدید میگوید. سخنگوی این وزارت همچنان تاکید میکند که معین سیاسی وزارت خارجه در جریان سفر 3 روزه‌اش به دهلی جدید با معاون ریاست جمهوری، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی، معاون وزارت داخله،
و رهبران احزاب پرنفوذ هند دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه همچنان میگوید که روز گذشته 16 فوریه سفارت پاکستان به وزارت خارجه فراخوانده شد و درباره حملات تازه راکتی نظامیان پاکستانی بر بخش‌های مرزی کشور صحبت‌های صورت گرفت. در حملات راکتی چند روز پیش از آن سوی خط مرزی دیورند بر پاسگاه‌های پلیس مرزی در ولایت پکتیا یک تن شهید شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. جلد ماب حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان صبح دیروز در رأس یک هیئتی از وزارت امور خارجه به هدف انجام یک سفر رسمی 3 روزه عازم دهلی جدید گردید. هدف اساسی این سفر رسمی گسترش هرچه بیشتر روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند می باشد و قرار است در جریان این سفر رسمی معین سیاسی وزارت امور خارجه و هیئت همراهش با جلد ماب حامد انصاری معاون رئیس جمهوری، خانم سوشما سوراج وزیر امور خارجه، آقای اجیت دوال مشاور امنیت ملی، آقای راجیف مهریشی معاون وزیر امور داخله، رهبران احزاب پرنفوذ، رئیس شورای روابط فرهنگی و رئیس بورد کرکت جمهوری هند دیدار و گفتگو نمایند. یکی از مدیران مالی وزارت شهرسازی هفته گذشته هنگام گرفتن 2 میلیون افغانی رشوت از سوی ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست کنترل دادستانی کل بازداشت شده است. دادستانی کل این خبر را تایید می کند و می گوید که کار بالای پرونده فرد بازداشت شده جریان دارد و بعد از تکمیل پرونده چهرهش به مردم معرفی خواهد شد. یک تن از مدیران مالی و اداری ریاست وزارت شهرسازی و مسکن که به حقز 2 میلیون افغانی رشوه که بالفعل به اثر سعی تلاش ریاست کنترل و مراقبت لویسانوالی و همکاری ریاست امنیت ملی افغانستان اینا دستگیر گردیدن، دوسیه از اینا تحت بررسی لویسانوالی قرار داره. بعد از تکمیل تحقیقات جمع‌آوری تمام اسناد دوسیه تابعی دوران محکماتی میشه. مسئولان شماری از شرکت‌های قراردادی که مواد خوراکی و غیر خوراکی فرماندهی پلیس برخی از ولایت‌ها را تأمین می‌کنند از پرداخت نشدن پول‌هایشان از سوی وزارت داخله شکایت دارند. آنان با حضور در کمیسیون شکایات مجلس نمایندگان می‌گویند که از 3 سال به این سو پول‌هایشان را وزارت داخله نپرداخته است. آنان هشدار می‌دهند که اگر تا روز یکشنبه هفته آینده وزارت داخله پول‌هایشان را نپردازد دیگر به فرماندهی پلیس ولایت مواد خریداری نمی‌کنند. در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که پول در حال حاضر در اختیار ندارد که به این قراردادی‌ها بپردازد، اما در تلاش پیدا کردن منبع پرداختن قرض‌های خود است. وثیق الله عظیمی با شرح بیشتر این خبر. اینها کسانی هستند که مسئولیت رساندن مواد خوراکی و غیر خوراکی فرماندهی ولایت ها را به عهده دارند. ادعا می کنند که وزارت داخله از 3 سال به این سو پول هایشان را نپرداخته است. به گفته آنان وزارت داخله بیش از 3 میلیارد افغانی از آنان قرض دار است. مسئولان شرکت های قراردادی شکایتشان را با کمیسیون شکایات مجلس نمایندگان پیشکش کردند. همه شرکت های تجارتی که در ولایت پلیس اکمال کردند 3 میلیارد 425,633,109 افغانی مانده از سال 91 و 92. اینی آخرین پیشنیاد است که نورالله قلومی وزیر امور داخله بر ریاست جمهوری رای کرده. مانند از این 10 بار رای کرده و شخصی رای میکنن به اداره امور، از اداره امور دارشیف گم میشن این پیشنیاد ما، بخاطر که عینی همین مشکلی ما را وزارت دفاع داشت، اما وزارت دفاع مسئولینی فعال داشت، پیسه از اونا پرداخته شد. از ما وزیر صاحب تمام روز مچیم خو است در کجا است. بگم ما بارا به معین تامیناتی مراجعه کردیم، به رئیس مالی مراجعه کردیم، یک روز ما را گفته 50,000 جریمه. یک روز ما کسبی میکنیم بلانس نمیدیم، جریمه دولت جریمه میکنه، تحقیر میکنه، تامین میکنه، لیکن 2.5 سال شده که ما در پشتای دروازه ها میگردیم. آیا یک نفر مسلمان نیست که ما را پرسون کنه؟ حداقل یک نفر. آنان هشدار می‌دهند که اگر تا روز یکشنبه هفته آینده وزارت داخله پول‌هایشان را نپردازد دیگر به فرماندهی ولایت‌ها مواد خوراکی و غیر خوراکی خریداری نمی‌کند. اگر پیسه ما را نتن ما ضرب الاجل تعیین می‌کنیم روز یکشنبه.
روز یکشنبه وزیر داخله را هم خواستن، وزیر مالیه را در کمیسیون سم شکایت. روز یکشنبه برایشان ضرب الاجل تعیین میکنیم، اگر پیسه ما را نتن ما مواد قید میکنیم، اگر ولایات سقوط کرد، ولسوالی سقوط کرد، مسئولیتش به نورالله قلومی و به دولت است. ندیر اکلی مجبوره چې موږ ولسوالیان سقوط کی او موږ هغه ولسوالیان ته مواد رسو چې هلته خامخا موږ 15 موټر رسو 2 موټر پلار کې ورکیږي طالبان کته کی نور کته کی شما په جانب است ان شاء الله ما با شما استم چند دفعه ما اراکین دولت او وزارت مالیه او وزارت داخله را دی جا خواستم کمی مردما حق شاید داده شوه و چون تا امروز نداده نمیدانیم چی مشکل است. روز یک شنبه این موضوع ان شاء الله یا نهایی میشه یا موضوع را رسما ما به سرنوالی میسپاریم، دیگه چارم بری ما نیست، به سرنوالی میسپاریم طبق احکام قانون چیزی که حق شما باید برآورده شود. با این حال وزارت امور داخله میگوید که پولی در اختیار ندارد که تا قرضهایشان را بپردازد، اما در تلاش پیدا کردن منبع تمویل است. چیزی را که ما برداشت داریم بله در سال 91، سال 92 و 93 یک مقدار پول بالای وزارت داخله از بخشای قراردادهایش وجود دارد. البته ما از سال 92 یک بخش محروقاتیش پولش پرداخت کردیم، بخش اعاشیش مانده. سال 91 در کل باقی است. این بستگی داره به 2 سال یا 3 سال قبل قرضای وزارت داخله. روی از او هم ما کار داریم با همون دونرها یا منابعی که وزارت داخله رو در این بخش تمویل میکنه که چگونه این پول دریافت بکنیم و بپردازیم. یعنی ما تعهد برای پرداخت این پول داریم و تلاش ما می است که یک منبع پیدا بکنیم تا این پول ما پرداخت بکنیم. این در حال است که رئیس جمهور غنی همواره بر شفافیت روند تدارکات دولتی تاکید کرده است. آگاهان میگویند با توجه به اینکه پول قراردادها پرداخته نمی شود، روند شفاف تدارکات معنا پیدا نخواهد کرد. در پی عملیات قطعات ویژه پلیس، یک مخفیگاه بزرگ جنگ افزار طالبان در ولایت هلمند کشف شده است. دفتر رسانه های وزارت امور داخله در خبرنامه میگوید که این عملیات در مربوطات ولسوالی مارجه ولایت هلمند راندازی شده بود. بر اساس خبرنامه در این مخفیگاه جنگ افزار طالبان یک استیشن رادیویی نیز وجود داشته است و طالبان از طریق این استیشن به تبلیغات می پرداختند. وزارت داخله میگوید که از این مخفیگاه علاوه بر جنگ افزارهای سبک و سنگین دو ارادر رنجر نیز به دست آمده است. در پی چندین رشته عملیات نظامیان کشور در چندین ولایت 17 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند. دفتر رسانه های وزارت امور داخله با نشر خبرنامه میگوید که این عملیات ها در ولایت های ننگرهار، بدخشان، کندهار، اروزگان، پکتیا، هرات و هلمند راندازی شده است. خبرنامه می افزاید که در این عملیات ها بر علاوه کشته شدن 17 مخالف مصالح دولت، 3 تن دیگر آنان زخم برداشتند و 2 تن دیگر آنان بازداشت شدند. وزارت داخله می گوید که در این عملیات ها مقدار جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی کشور افتاده و در حال حاضر در شماری از ولایت ها عملیات پاکسازی به هدف سرکوب مخالفان مصالح دولت جریان دارد. از روز جهانی دانشجو در کابل گرامی داشت شد. وزیر تحصیلات عالی که در مراسم گرامی داشت از این روز سخن می گفت افزود که ساختن یک نظام منظم تحصیلی در کشور یک کار دشوار است و زمان بیشتر نیاز دارد. وزیر تحصیلات عالی همچنان می گوید که امسال آزمون کنکور بدور از هر نوع تقلب برگزار خواهد شد. از سوی هم وی ادعا دارد که شمار دانشجویان دختر نسبت به سالهای قبل 30% افزایش یافته است. در همین حال شماری از دانشجویان از بیکیفیت بودن نظام تحصیلی شکایت دارند. آنان میگویند که وزارت تحصیلات عالی باید نظام بهتر را جایگزین نظام تحصیلی کنونی بسازد. شرح بیشتر این خبر از امرالله احمدی. از روز جهانی دانشجو در کابل با حضور شماری از مقام های دولتی و دانشجویان دانشگاه های کابل گرامی داشت شد. وزیر تحصیلات عالی که در این مراسم سخن میزد میگوید که طی 14 سال گذشته پیشرفت های چشمگیری در عرصه تحصیلات عالی در کشور صورت گرفته است، اما وای این پیشرفت را بسنده نمیداند و تاکید دارد که ساختن یک نظام منظم تحصیلی در کشور یک کار دشوار است و به زمان بیشتر نیز نیاز دارد. هرچند تا رسیدن به یک سیستم تحصیلات عالی معیاری که جوابگوی نیازهای جامعه ما باشد راه دراز در پیش است، اما این را باید یادآور شد که یکی از مهمترین راه‌های بیرون رفت از مشکلات امروزی تلاش و کوشش نسل جوان
با تحکیم وحدت ملی، جلوگیری از دسایس دشمنان کشور در نهادهای تحصیلی و کسب علم و دانش است. وزیر تحصیلات عالی همچنان از راهکارهای تازه برای برگزاری امتحان کانکور از سوی این وزارت خبر می‌دهد و می‌گوید که امسال آزمون کانکور به دور از هر نوع تقلب برگزار خواهد شد. کانکور به مثابه یک پروسه ملی تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد و تلاش ما این است تا این پروسه آری از هر نوع تقلب و با شفافیت کامل برگزار گردد و اقدامات نیز در زمینه صورت گرفته است. در همین حال شماری از دانشجویان از بیکیفیت بودن نظام تحصیلی شکایت دارند. آنان میگویند که وزارت تحصیلات عالی باید نظام بهتر را جایگزین نظام تحصیلی کنونی بسازد. بعضی محصلین از مشکلاتی که رنج میبرند مشکلات چپتر است که بعضی هایشان میگه چپترهای ما کپیست و بعضی هایشان وقتی که کنکور امتحان میتن به کنکور را نمیافند. چرا بعضی ها را میافند و این یکانه مشکل است که اونها را زیاد رنج میده و باعث بعضی هایشان ما شاید هستیم که حتی دست به خودکشی میزنند. چپتر همین کیفیتش بسیار پایان است و دیگه نبودن همین کتابخانه های مجهز از زمان که ما یک میخواییم درباره یک موضوع معلومات پیدا کنیم کتابخانه کافی وجود نداره تا که ما در اونجا بریم و به تحقیق خود ادامه بدیم. و خاص دو ماهی است که به می چپترها به می کتاب های نصاب تعلیمی توجه کنند تا مشکلات ما حل گرده. این دانشجویان در حالی از بیکیفیت بودن نظام تحصیلی شکایت دارند که وزیر تحصیلات عالی از تغییر بی سابقه مواد درسی و امکانات دسترسی به تکنولوژی و دستاوردهای عصری خبر می دهد. و این هم چند رویداد خبری جهان. رئیس سازمان امنیتی روسیه گفته است که سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در مصر ناشی از یک اقدام تروریستی بوده است. الکساندر بارتنکوف رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که در لاشه هواپیمای ایرباس سقوط کرده مواد منفجره یافت شده است. آقای بارتنکوف گفته است که بمبی که باعث سقوط این هواپیما شده دارای قدرت انفجاری معادل 1 کیلوگرم TNT بوده است. آقای پوتین هم گفته است که روسیه افراد مسئول این حمله را خواهد یافت و آنها را به مجازات خواهد رساند. این در حالی است که یک گروه مرتبط با گروه تروریستی داعش مسئولیت سقوط این هواپیمای روسی را که منجر به کشته شدن 224 مسافر آن شد به عهده گرفت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید که هدف فرانسه نه تضعیف و مهار داعش بلکه نابودی این گروه تروریستی است. آقای اولاند گفته است آنهایی که میخواهند در قالب ائتلاف بزرگ و ویژه علیه تروریست ها بجنگند باید متحد شوند و این همان چیزی است که آنان به دنبال آن هستند. آقای اولاند همچنان از دیدارش با باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهور امریکا و روسیه در روزهای پیشرو به هدف ائتلاف و مبارزه مشترک با ارتش از تروریستان خبر میدهد. تغییر قانون اساسی، تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه، حذف تابعیت دوگانه شهروندان در صورت لزوم، عدم کاهش بودجه دفاعی و افزایش 5000 نیروی پلیس از نخستین کارهایی است که دولت آقای اولاند برای مقابله با تهدیدات تروریستی در خاک فرانسه به دنبال آن است. وزیر خارجه امریکا بر ادامه عملیات نظامی علیه گروه تروریستی داعش تاکید کرده و جنگ با این گروه را برخورد تمدن‌ها نمی‌داند. جان کری که برای ابراز همدردی و همبستگی امریکا با فرانسه به پاریس سفر کرده گفته است که ملت‌های امریکا و فرانسه دوست نیستند بلکه اعضای یک خانواده هستند. آقای کری در سخنانی که پس از ورود به پاریس ایراد کرد گفت که جنگ با گروه تروریستی داعش تا انهدام کامل این گروه ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه امریکا افزود که اعضای داعش حیولاهای عقل باخته هستند. مهاجم و هافبک تیم ملی اسپانیا تمرینات گروهی خود را در کنار سایر همتیمی‌هایشان آغاز کردند و شانس خود را برای حضور در ال کلاسیکو افزایش دادند.
احتمال حضور لیونل میسی و ایوان راکتیچ، دو بازیکن کلیدی تیم فوتبال بارسلونا، در اولین ال کلاسیکو فصل که شنبه هفته آینده ریال مادرید میزبان آن است، قوت گرفته است. به نظر می رسد که میسی و راکتیچ برای حضور در ال کلاسیکو شانس دارند، اما گروه سهی تیم فوتبال بارسلونا هنوز به طور رسمی به حضور این دو بازیکن در مهمترین بازی نیم فصل لالیگا چراغ سبز نشان نداده است. این بود مجموعه خبری 53. بقیه وقتتون خوش. شام بخیر.